برای اولین بار تو فضای مجازی میخوام روش تنظیم AVR ژنراتورها رو به صورت کامل به شما آموزش بدم. شما هرگز هیچ جای دیگه این آموزش رو پیدا نمی کنید و من تنها کسی هستم که این آموزش رو به طور کامل ارائه میده. وظیفه AVR تو ژنراتورهای برق تنظیم ولتاژ خروجی ژنراتور هاست. وقتی شما به یک ژنراتور بار وصل میکنید به صورت طبیعی ولتاژ کاهش پیدا میکنه و باید تحریک ژنراتور افزایش پیدا بکنه تا این افت ولتاژ جبران بشه. این کار توسط قطعه به نام AVR انجام میشه. تنظیم این قطعه برای تکنسیان ها چالش برانگیزه، اما من میخوام به روشی بسیار ساده این کار رو به شما آموزش بدم. برای نمونه کار میخوام از AVR مدل AS440 شرکت استنفورد استفاده کنم. شما روی این دستگاه AVR و اکثر AVR های موجود توی بازار 6 تا پتانسیومتر میبینید، 6 تا پیچ تنظیم. من تو این نمونه از AVR میخوام محل و لوکیشن پیچ های تنظیم رو برای شما مشخص بکنم. اما شما هر نوع AVRی که بخواید استفاده بکنید معمولاً این 6 تا پیچ روشون هست و زیرشون علامتی وجود داره و اسمشون رو نوشته. من تو این نوع خاص AVR محل پتانسیومترها و پیچهای تنظیم رو برای شما مشخص میکنم و دونه دونه اسمشون رو میبرم. اولیش میشه پیچ تنظیم ولت، بعدی میشه استبیلیتی، بعدی میشه UFRO، چهارمیش میشه دراپ، پنجمی میشه تریم و ششمی میشه EXC تریپ. به صورت کلی بهتون میگم که این پیچ ها هر کدوم چه کاری انجام میدن، بعد میریم به صورت مفصل هر کدوم رو در موردشون صحبت میکنیم و روش تنظیم هم بهتون میگم. اولیش میشه ولتز، همینطور که از اسمش مشخصه ولتاژ خروجی ما رو تنظیم میکنه. پیچ استبیلیتی برای ما جلوگیری میکنه از نوسان ولتاژ. پیچ تنظیم UFRO میشه Under Frequency Roll Off، میاد چیکار میکنه؟ وقتی فرکانس جنراتور به هر دلیل کاهش پیدا میکنه ولتاژ رو هم کاهش میده تا به جنراتور ما آسیبی نرسه. و پیچ تنظیم دراپ، این فقط در مورد زمانی کاربرد داره که جنراتور ما با یک یا چند تا جنراتور دیگه سنکرون بشه. پیچ تنظیم تریم زمانی کاربرد داره که ما روی تابلوی برقمون یک پیچ تنظیم و یک پتانسیومتر یا یک ولوم قرار داده باشیم تا از اونجا بتونیم به صورت خارجی ولتاژ جنراتور رو تنظیم بکنیم. و پیچ تنظیم EXC تریپ در حقیقت نقش حفاظت از AVR رو به عهده داره و وقتی که در خروجی برق جنراتور یک اتصال کوتاه به وجود میاد حفاظت میکنه از AVR و در زمان مشخص تحریک AVR رو قطع میکنه تا به جنراتور آسیبی نرسه. من فرض میکنم که شما روش نصب AVR رو بلد هستید و AVR جنراتورتون رو بستید. اگر این رو بلد نیستید و نمیتونید AVR رو هم نصب بکنید، منتظر ویدیوهای بعدی من باشید، در روش نصب AVR رو هم به شما خواهم گفت. خب حالا شما AVR رو بستید و میخواید تنظیمش بکنید. اول کاری که باید انجام بدید و اول نکته ای که باید بدونید این هست که به هیچ وجه قبل از تنظیم یک جنراتور به اون بار ندید و جنراتور کاملا باید به صورت ایزوله و بدون بار کار کنه. اگر جنراتور شما یک بریکر داره، مثل این جنراتور ببینید یه بریکر برای خودش داره، این رو قطع بکنید. یا اگر مثل این جنراتور بریکر نداره، برید توی تابلو برقش ببینید که ورودی جریان خروجی این جنراتور کجا میره. اینجا رو ببینید، این میشه کنتاکتور اصلی برق جنراتور، اینجا یه دونه بریکر داره، این رو قطع بکنید.
برق خروجی جنراتور رو ایزوله کردید، هیچ خروجی از جنراتور به هیچ مصرف کننده وصل نیستش. خب حالا در حالتی که هنوز جنراتور رو روشن نکردید، این تنظیمات رو روی ABR انجام بدید. پیچ تنظیم ولتز رو بیارید کامل به سمت چپ بچرخونید، یعنی به سمت پاد ساعتگرد خلاف جهت عقربه های ساعت تا انتها بچرخونید. یعنی ما میخواییم این جنراتور حداقل ولتاژ رو در لحظه اول به ما بده. پیچ تنظیم استبیلیتی رو بیارید وسط، یعنی اول ببرید سمت چپ بعد ببرید سمت راست، ببینید این پتانسیومتر حد گردشش چقدر هستش، بیارینش روی وسط نگهش دارید. اگر تابلو برق شما مجهز به سیستم تریم بود، دوستان سیستم تریم یک نوع سیستم تنظیم ولتاژ جنراتور خارج از AVR هستش. ما میاییم به دو تا ترمینال P1 و P2 AVR دو تا سیم خروجی وصل میکنیم، میاریم داخل تابلو برقمون و اونجا یک پتانسیومتر یا یک ولومی قرار میدیم یا یک سری تجهیزات خاص که بهش میگن تریم. از اونجا میان ولتاژ رو تنظیم میکنن. اگر تابلو برق شما مجهز به تریم بود، پیچ تنظیم تریم AVR رو اونم روی وسط قرار بدید. به این دستگاه و ولومی که داخل تابلوهای چنجاور نصب میشه و شما میتونید ولتاژ جنراتورتون رو کم و زیاد کنید، اسمای دیگه ای هم داره، مثلا بهش میگن ریمود ولتز ادجاست یا میگن ریمود ولتز ترایمر یا همون ترایمر ولتاژ خارجی. حالا یه دونه ولت متر وردارید، من ترجیح میدم که ولت مترتون آنالوگ باشه، وصل کنید یه سر پروب به سیم فاز یه سر پروب هم به سیم نول، یعنی ما میخواییم نول فاز خروجی جنراتور رو پایش بکنیم. حالا کار شروع میشه، جنراتور رو روشن بکنید و به صورت باز تأکید میکنم بدون بار، هیچ لود و باری ازش نگیرید و فرکانس و دور جنراتور رو به صورتی که باید تنظیم بکنید تنظیم بکنید. توی ایران معمولا این فرکانس روی 50 هرتز هستش. این جنراتور الان 50 هرتز و 1500 دور هستش. شما گاورنرتون رو باید دقیقاً روی 1500 دور و 50 هرتز تنظیم بکنید. اگر روش نصب و تنظیم گاورنر هم نمیدونید، به زودی این آموزش هم توی این کانال قرار میگیره. حالا به AVRت نگاه کن، یه دونه چراغ کوچیک LED داخل تمام AVR ها هستش. تو این مدل خاص من محل اون چراغ LED رو برای شما مشخص میکنم. اگر همه این مراحل انجام دادی و دیدی که چراغ LED روشن شده، باید پیچ تنظیم UFRO رو تنظیم بکنی. یعنی باید چیکار بکنی؟ باید بچرخونی به سمت چرخش عقربه های ساعت. این کارو خیلی آروم انجام بده، یه مقدار کم بچرخون بعد به LED نگاه کن ببین خاموش میشه یا نه، اجازه بده تا این پیچ تنظیم کار خودشو انجام بده، یک مقدار دیگه بچرخون خیلی کم و دست نگهدار و توجهت باشه به اون چراغ LED. هر جایی دیدی که اون چراغ LED خاموش شد، اونجا میشه نقطه تنظیم صحیح. این پتانسیومتر برای شما چیکار میکنه؟ وقتی به هر دلیل فرکانس جنراتور کاهش پیدا میکنه، مثلا یک بار بزرگی روش میذارن و دور و به تبع اون فرکانس کاهش پیدا میکنه، باید ولتاژ هم کاهش پیدا میکنه، وگرنه به سیم پیچ جنراتور آسیب میرسه. این پیچ تنظیم UFRO میاد و این شرایط رو فراهم میکنه و زمانی که فرکانس کم بشه به تبع اون ولتاژ رو هم کاهش میده تا به سیم پیچ جنراتور آسیب نرسه. یه راهی وجود داره که شما میتونید ببینید که آیا این پیچ تنظیم UFRO رو درست تنظیم کردید یا نه. تو همین لحظه که این تنظیم صحیح رو انجام دادید و LEDتون خاموش شد، از طریق گاورنر فرکانس رو کم بکن، مثلا بیار روی 45 هرتز ببین آیا اون چراغ LED AVR روشن میشه یا نه. اگر روشن شد یعنی کارتون کاملا صحیحه. حالا میریم سر پیچ اصلی کاری، پیچ ولتز.
که میخواد ولتاژ خروجی جنراتور رو تنظیم بکنه. میری اونجا نگاه میکنی به ولت مترت، باید روی 230 ولت تنظیمش بکنی. پیچ ولت رو اینقدر به سمت چرخش حرکت عقربه های ساعت به سمت راست بچرخون تا برسی به 230 ولت. فقط این کار رو خیلی آروم انجام بده. یه پتانسیومتر خیلی مهم دیگه هم داریم، پتانسیومتر استبیلیتی. حالا میریم سراغ اون. نگاه کن به ولت متر، ببین آیا نوسان داره یا نه. اگر نوسانش در حد 2 ولت هست، یعنی 2 ولت بالا و پایین، مشکلی نداره. اگر بیشتر هستش، مثلا در حد 10 ولت و بیشتر از اون هستش، یعنی ولتاژ خروجی شما پایدار نیستش. اگر که ولتاژ ثابت بود، مثلا دیگه در حد 2 ولت در حال نوسان بود، پیچ تنظیم آروم آروم به سمت پاد ساعتگرد، به سمت خلاف حرکت عقربه های ساعت بگردون. اینقدر این کار را انجام بده تا ولتاژ ناپایدار بشه، اونجا متوقف شد و خیلی آروم به سمت حرکت عقربه های ساعت اون پیچ تنظیم رو بچرخون تا ولتاژت پایدار بشه و حد اکثر برسه به 2 ولت تغییر. اگر از همون اول متوجه شدی که ولتاژت ناپایداره، مرتب داره بالا پایین میشه، دیگه اون پیچ تنظیم رو به سمت عکس حرکت عقربه های ساعت نگردون، به سمت حرکت عقربه های ساعت آروم آروم به چرخون، یک مقدار به چرخون و صبر بکن و واکنشش رو ببین. اگر دیدی تنظیم نشد، باز یک مقدار خیلی کم دیگه به چرخون و واکنش ولتمترتو ببین. اینقدر این کار انجام بده تا به نقطه پایدار حدود 2 ولت تغییر برسی. حالا پیچ تنظیم دراپ، به این پیچ دست نزن، مگه اینکه بخوای چند تا جنراتور رو با همدیگه سنکرون بکنی. در مورد تنظیم این پتانسیومتر، در زمانی که دارم مبحث سنکرونیزاسیون آموزش میدم، در این مورد هم صحبت میکنم. پیچ تنظیم تریم زمانی کاربرد داره که شما داخل تابلوی چنجاورتون یک ولوم ترایمر داشته باشید و از اونجا بتونید ولتاژ جنراتور رو تنظیم بکنید. فرض میکنم که این دستگاه داخل تابلو چنجاورتون دارید، دو تا سیم به P1 و P2 AVR نصب کردید و وارد ترایمر کردید، ترایمر خارجی که روی تابلوی چنجاور وصل هستش. اونجا شما با استفاده از پیچ تریم میتونید حساسیت و نقطه عمل کرده این ولوم ترایمر توی تابلوی چنجاور رو تعیین بکنید. اگر پیچ تنظیم تریم روی AVR رو به سمت حرکت عقربه های ساعت بگردونید، حساسیت پیچ ترایمر داخل تابلوی چنجاورتون کم میشه و میتونید ولتاژ کمی رو توی جنراتورتون کم و زیاد بکنید. اما اگر پیچ تنظیم تریم رو توی AVR به سمت پاد ساعت گرد بچرخونید، اون موقع حساسیت دستگاه ترایمر داخل تابلو چنجاور زیاد میشه. اون موقع میتونید در حد 10-20 ولت خروجی جنراتورتون رو کنترل بکنید. اگر این پیچ تنظیم و این دستگاه تنظیم ولتاژ رو تو تابلو چنجاور ندارید، اصلا به این پیچ دست نزنید. معمولا نباید پیچ تنظیم و پتانسیومتر EXC تریپ رو تغییر بدید، مگه اینکه شرایط خاصی توی مدارتون به وجود بیاد. مثلا چند تا جنراتور با هم سنکرون بشن، یا اینکه جنراتور شما با ترانسفورماتورتون سنکرون بشه. عملکرد این پتانسیومتر روی این پیچ تنظیم هست، یعنی میاد تحریک شما رو تریپ میده، قطع میکنه. چه زمانی؟ زمانی که یک اتصال کوتاهی توی مدار خروجی برق جنراتور به وجود بیاد. اگر یک اتصالی به وجود بیاد و مقدار تحریک AVR خیلی زیاد بشه، به سرعت این قطعه، این پیچ تنظیم میاد و تحریک جنراتور رو قطع میکنه، جریان خروجی
جنراتور متوقف میشه و دیگه جنراتور هیچ برقی تولید نمیکنه و توی این حالت به جنراتورتون صدمه نمیرسه. این پیچ تنظیم توسط کارخونه روی نقطه مناسب قرار گرفته. اما اگه این پیچ تنظیم رو به سمت حرکت عقربه‌های ساعت بگردونید، قدرت تحریکش کم میشه و بر اثر اتصالی توی قسمت خروجی برق جنراتور ممکنه که تحریک جنراتور به این سادگی یا قطع نشه و به جنراتور آسیب برسه. و اگر به سمت پاد ساعت گرد بچرخونید، حساسیتش زیاد میشه و ممکنه بر اثر بارگذاری ناگهانی روی جنراتور این AVR تریپ بده و تحریک رو قطع بکنه و جنراتور از مدار خارج بشه. پس توصیه‌ام اینه که بهش دست نزنید مگر در شرایط خاص. اون شرایط خاص هم با استفاده از یک دیتا شیت های خاص توسط شرکت سازنده ارائه میشه. اگر این پیچ تنظیم رو بدون دلیل تنظیم بخواید بکنید و کاهش یا افزایشش بدید، امنیت جنراتورتون به خطر میفته. حالا به جنراتورت بار بده حدود 20% توان نامی و به ولت متر نگاه کن. اگر دیدی که ولت مترت شروع کرد به بازی در آوردن و اون جابجایی ولتاژ بیشتر از 2 ولت شد و بیشتر از 2 ولت داره بالا پایین میشه، اون موقع پیچ تنظیم استبیلیتی رو به سمت حرکت عقربه‌های ساعت آروم بچرخون تا به نقطه ثابت برسه. اگر هم دیدی داره ولتاژ کم میشه، یه مقدار اون پیچ تنظیم ولت رو به سمت حرکت عقربه‌های ساعت بگردون خیلی کم و آروم تا ولتاژت به 230 برسه. حالا بار رو زیاد کن، برسون به 50%. به ولت متر نگاه کن، اگر دیدی باز 20 واتی تو ولتاژ به وجود اومد، هی داره بالا پایین میشه، بیشتر از 2 ولت نوسان داره، باز استبیلیتی تو به سمت حرکت عقربه‌های ساعت بگردون و همچنین ولتاژ هم نباید کاهش پیدا کنه. اگر دیدی داره خیلی کاهش پیدا میکنه، باز پیچ تنظیم ولت رو به سمت راست بگردون، به سمت حرکت عقربه‌های ساعت این کار رو انجام بده تا جنراتورت رو برسونی به بار 100% و هر دفعه این شرایط رو کنترل بکن. اما معمولا تو همون 20% بارگذاری اولیه تکلیف مشخص میشه و بیشتر از اون دیگه نیاز به تنظیم نداری. و در انتهای یک اصطلاحی رو بهتون بگم، اصطلاح اوورشوت چه زمانی به وجود میاد؟ اگر که در زمان بارگذاری روی جنراتورتون دیدید ناگهان ولتاژتون از یک حدی خیلی افزایش پیدا کرد، مثلا از 230 رد شد یهو رفتش روی 245 ولت، این میشه حالت اوورشوت. چرا به وجود میاد؟ به خاطر استبیلیتی تونه خیلی تنظیمش حساسه و باید به سمت حرکت عقربه‌های ساعت بگردونید تا این شرایطش برطرف بشه. من سعی کردم که هر چیزی در مورد روش تنظیم AVR جنراتورها میدونم و به شما آموزش بدم. خوشحال میشم که کانال من رو عضو بشید. اگر تا به حال عضو نشدید، دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید، اون دکمه زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید من به اطلاع شما برسه.